آوارها و دیوارهایی که بر سر مردم خراب می شود. سرپناه 60 ساله مادر سال خورده را در زمانی که فرزندش برای کار بیرون رفته بود بر سرش خراب کردند. ببینید ببینید دادستان بندر، ببینید که دارن خراب میکنن. هر پار شنیدید، حالا ببینید که دارن خراب میکنن خونه یه پیرزن تنها بدبخت. در همین روز ماموران شهرداری به همراه نیروهای سرکوبگر انتظامی در حالی که کارگران مشغول کار روی اسکلت ساختمانی بودند اقدام به تخریب اسکلت کردند. در خلال این اقدام سبعانه کارگرانی که روی اسکلت ساختمان مشغول کار بودند همراه با اسکلت ساختمانی سقوط کرده و به شدت مصدوم می شوند. علاوه بر آوار خانه ها دیوار مدارس کودکان هم بر اثر فساد و غارت های سیستماتیک در حال فرو ریختن است. در این مدرسه با کوچکترین سوانح طبیعی مثل سیل و زلزله دیوارها فرو می ریزد و جان معلمان و دانش آموزان در خطر است. راستی این پولها کجا خرج می شود؟ در هر دیواری که فرو می ریزد کدام بنا بالا می رود؟ این همه مردم بی خانمان و آواره کشورهای دیگه شدن. اما خدا رو شکر وضعیت ما از قبل بهتر شده. به خونه هامون برگشتیم. این خونه ها و خیابون های جدید از قبلی ها خیلی بهتره. چیزهایی داریم که قبلا نمیتونستیم داشته باشیم. اینها همه از کمک ایرانه، کمک مادی و کمک معنوی. فقط ایران پشت سر ما ایستاد. اگه کمک ایران نبود، ما هنوز از این خونه به اون خونه آواره و اجاره نشین بودیم. این گوشه ای از هزاران خانه ایست که از سالها قبل در لبنان و سوریه از جیب مردم ایران ساخته شد. خامنه ای با تخریب خانه های مردم و خانه سازی در لبنان خیز سرکوب و جنگ افروزی برداشت تا امنیت نظامش را حفظ کند، امنیتی که در آتش خشم بیپناهان و فریاد جوانان به زودی فرو می ریزد.